این پیام کجا تولید شده است؟ در دهه 1970 میلادی بحث‌های داغی در مورد تأثیرگذاری خبرگزاری‌های فراملی مثل آسوسییتد پرس و رویترز در یونسکو مطرح شد. کشورهای در حال توسعه معتقد بودند که خبرگزاری‌های بزرگ یا جریان اصلی باعث سلطه جهانی اخبار شده و تصویر غلطی از این کشورها ارائه می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌داد که 80% اخبار این رسانه‌ها مربوط به کشورهای پیشرفته و تنها 20% اخبار به کشورهای در حال توسعه اختصاص دارند. این اخبار کم نیز غالبا به رویدادهای تلخ این کشورها مثل جنگ، کودتا، بیماری و اینجور مسائل می‌پردازد. در نتیجه این بحث‌ها خبرگزاری‌های محلی شکل گرفتند تا با سلطه خبری رسانه‌های جریان اصلی مقابله شوند. ظهور اینترنت و پس از آن شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا دریافت اخبار محلی بیش از پیش ساده شود. اما چالش جدیدی نیز ایجاد شد: اعتبار خبر. وقتی هر کس توان تولید اخبار رو داشته باشه، احتمال خطا افزایش پیدا می‌کنه و از طرفی نظارت بر رسانه‌های محلی و بسیار کوچک پیچیده‌تر میشه. بنابراین در مواجهه با اخبار باید به دو نکته در مورد موقعیت مکانی خبر حساس باشید. 1. اخبار محلی رو ترجیحاً از رسانه‌های محلی دنبال کنید. و 2. در مورد اعتبار اخبار محلی در شبکه‌های اجتماعی کمی بیشتر حساس باشید.